حالا مایچ شما خود اونجا تو ایران نشسته دارین برمر میبینیم، آیا این قسمتی از فرهنگ حال حاضر ماست در ایران؟ به اعمال شنیع این مرد در تظاهرات دولتی توجه کنید. شرمندم واقعا، من واقعا معذرخواهی میکنم از همه خانم ها. شما اگر زن هستید و این برنامه رو میبینید، حتما در جاهای شلوغ اتوبوس تاکسی با یه سری آدم اینجوری برخورد دارید. روی صحبت امشب ما با مردهای این چونی نیست که به شخصیت مرد ایرانی. آقا جان، پدر جان، سرکوب جنسی تو از طرف حکومت قابل درکه، ولی آیا این وجدانا اخلاقا خدا وکیل درسته؟ کار درستیه؟ امنیت زن در جامعه رو شما تامین نمی‌کنه، کی بکنه؟ حالا باز من یه چیزی میگم، باز حمله میکنه به ما، میگه حرف زده، زن زده، اینجوری کردی، اینجوری کردی. ولی آیه محترمی که شخصیت زشت این هفته ما هستی، اگه خواهر خودت، مادر خودت، دختر خودت اینجوری در ملای عام مورد سوء استفاده جنسی قرار میگه، چیکار میکنی؟ قیصر میشدی برای من، خون میوله چچاتو میگرفتی، چاقوی زنجانی میخریدی، میخواستی بزنی همه رو بکشی. حالا کار نداره که قیصر و قیصر بازی اینا هم دیگه خیلی جباته، جایی نداره الان. ولی آی شخصیت زشت ما، مردای ایرانی آدم با مرامی بودن قدیما، این پس اون چی شد؟ اون همه فلان و این حرفا گذشت و جوانمردی و فیلم های فارسی و این حرفا چی شد پس؟ الان هم هستن، یه تعدادی مشکل دارن، نه همه. آقا جون مادرت، مشکل تو یه جور دیگه حل کن، یه جای دیگه حل کن، یه چی کار نمیدونم والا. به زن در اجتماع این امنیت رو بده که حداقل از طرف تو تهدید نشه دیگه. پدر جان، این همه حکومت ایران قانون تبعیض‌آمیز علیه زنا داره، تو دیگه نکن. الان باز به من میگن باز این پسرا رفت بالای منبر، ولی من واقعا دیگه نمیدونم چی مثلا در واکنش به این نمیدونم چی بگم، نمیتونم جوک بنویسم راجع بهش، نه اصلا نمیدونم چی بگم اصلا. اونم که لالمونی گرفته، من باید فقط حرف بزنم، سرشون داخل پایین. شخصت زشت هفته پارازیت این فرد و همه مردانی که از این کارا میکنند و سلام.